بینندگان گرامی سلام و وقت بخیر، به یک بسته تازه خبری از دری میدیا خوش آمدید. طالبان جزئیات درگیری با داعش را تا یه ویدیوی منتشر کرده و مدعیان که روز گذشته در ننگرهار یکی از قوی ترین فرماندهان این گروه را در طی یک عملیات پیچیده کشتن. در همین حال وزارت معارف طالبان اعلان کرده و گفته است که آوازه ها در مورد باز شدن مکاتب نادرست و دروغ است. همزمان با این از بلخ خبر می رسد که یک زن به اتهام انجام عمل زنا 35 ضربه شلاق زده شده است. در همین حال طالبان دست فروشی ارزهای خارجی را ممنوع کردند. همچنین و بعد دنبال انتشار گزارش ها مبنی بر کاهش معاش زنان، طالبان میگوید که معاش زنان کم نشده است. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. قول اردوی 201 خالد بن ولید طالبان اعلام کرده است که در حمله یه روز گذشته یک شنبه 17 سرطان بر یک مخفیگاه گروه داعش در ولایت ننگرهار، یک عضو این گروه به اسم ذاکرالله مشهور به ابوشیر داعشی کشته شده است. با گفته یه نیروهای استخبارات طالبان این حمله بر مخفیگاه داعش در ساحه دکی از مربوطات ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار انجام شده است. دفتر مطبوعاتی قول اردوی 201 خالد بن ولید میگوید که از این مخفیگاه ها مقداری از مهمات نظامی نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. به گفته ی طالبان ابوشیر یکی از شهروندان ولسوالی اچین ولایت ننگرهار و یکی از قوی ترین فرماندهان نظامی داعش در همین ولسوالی بود. برخی از منابع میگویند که در جریان این درگیری 5 تن از نظامیان طالبان نیز زخمی شده و درگیری به مدت 1 ساعت ادامه یافته است. گفتنی است که داعش در دوره جمهوریت نیز در شماری از ولسوالی‌های ولایت ننگرهار حضور فعال داشتند و در دوره کنونی نیز گزارش‌هایی از حضور نیروهای این گروه به گوش می‌رسد. طالبان میگوید که از مدت‌ها به این سو نیروهای آنان در تلاش بود تا فرمانده ابوشیر داعشی را شناسایی کرده و وی را به دام بیندازد. سرانجام و روز گذشته زمانی که او در یک خانه جابجا شده بود عملیات کرده و این فرمانده مطرح داعشی را در جریان درگیری کشتن. او اینده که من انشاءالله چه و سپوری داد کار نو شوه دین پس به انشاءالله کرک عظم گروه و مقبدا. در همین حال شورای کرکت افغانستان در اعلامیه رسمی خود نام شاه امان الله را از مسابقات قهرمانی فهرست الف قاضی امان الله حذف کرده است. حذف نام شاه امان الله با واکنش های زیادی از سوی هواداران کرکت و خبرنگاران ورزشی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. شماری از هواداران شاه امان الله خان میگوید که وی خواهان ایجاد تمدن مدرن در افغانستان بود. طالبان اما میگوید که وی بی‌حجابی و بی‌حیایی آورد و سرانجام افغانستان را دچار چالش کرده و خودش فرار نمود. با دنبال تخریب عکس امان الله خان شاه نوگرای افغانستان، یک راننده عکس وی را تمیز کرد که از سوی طالبان به مدت 1 روز زندانی شده و دوباره رها شده است. هواداران شاه امان الله میگوید که اگر وی حاکم می بود، افغانستان همکنون به یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان تبدیل می شد.
همزمان با این وزارت معارف طالبان روز یکشنبه 17 سرطان با نشر اعلامیه‌ای آوازه‌ها درباره بازگشایی 47 لیسه خصوصی دخترانه در کابل را تکذیب کرده است. این وزارت گفته که گزارش‌ها در مورد آغاز فعالیت مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم غیر واقعی و دور از حقیقت است. مکاتبی که بالاتر از صنف شش بسته است و ببین دختر شما به صنف روز نرسید؟ 47 مکتب امر داده شد، مکتبای شخصی است. وزارت معارف طالبان میگوید که این ادعاها که از سوی برخی حلقات و رسانه‌ها نشر شده حقایق جامعه افغانستان را انعکاس نمی‌دهد. همچنین و پس از نشر گزارش‌ها درباره کاهش و به تعلیق درآمدن حقوق آموزگاران زن، وزارت مالیه طالبان تایید می‌کند که کارمندان زن برحال همانند کارمندان مرد که با کار همروزه حاضر می‌شوند حقوق خود را دریافت می‌کنند. سخنگوی وزارت مالیه می‌افزاید که کارمندان زن که به وظایفشان حاضر نمی‌شوند حقوق ماهانه‌شان 5000 افغانی تعیین شده است. پیش از این سرپرست وزارت معارف گفته بود که تنخواه آموزگاران بسنده نیست و پیشنهاد افزایش حقوق آموزگاران را با رهبر امارت اسلامی در میان خواهد گذاشت. در همین حال دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که یک زن در ولایت بلخ به اتهام زنا در ملای عام 35 ضربه شلاق زده شده است. این دادگاه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این زن روز یکشنبه 17 سرطان بر اساس حکم محکمه مرافعه ولایت بلخ شلاق زده شده است. بر اساس اعلامیه این دادگاه حکم شلاق بر این زن با حضور مسئولان ادارات مختلف طالبان و تعداد کثیری از مردم اجرا شده است. از سوی هم کمیته مشترک طالبان و اتحادیه صرافان و خدمات پولی سرای شهزاده فعالیت پولی یا دستفروشی ارزهای خارجی را در داخل این بازار خرید و فروش ارز ممنوع کردند. در اطلاعیه این کمیته آمده است که این دستفروشی ارز در داخل سرای شهزاده از شنبه 18 سرطان ممنوع است. این اطلاعیه را نمایندگان بانک مرکزی، وزارت داخله و ریاست عمومی استخبارات طالبان و ریاست اتحادیه صرافان و خدمات پولی سرای شهزاده امضا کردن. دوستان گرامی، به پایان این بسته خبری رسیدیم. از اینکه تا این دم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا سرویس های خبری بعدی در پناه حضرت حق باشید.